شما زنها خیلی پر رو شدید. من زنایی میشناسم که 20 ساعت تو خونه کار میکنن، آخر شبم یک کلمه ازشون میشنون. چشم بهم بگن نباید اینجا باشم، باید تو پسته خونه پنهون باشم، فقط واسه اینکه زنم. یادتون نیست؟ بسته دیگه، من از دست شما فرار کردم، به سیاه پناه بردم، فکر کردم با سیاه دیگه کلفت این خونه نیستم، که لازم نیست واسه هر چیز کوچیکی اجازه بگیرم ازتون. یه جوری اعتماد به نفس منو کشته بودین، فکر کردم یه نفر ازم خواستگاری کرده، چه تاج بزرگی زده سرم. نه، از یه قماش نیستیم، ولی هممون درد داریم، هممون کینه داریم از آدمایی که ما رو بازی دادن، ما رو فروختن. نه بچه بودنمون رو فهمیدیم، نه دختر بودنمون رو، نه زن بودنمون رو، نه مادر بودنمون رو. تو هم به جایی نهی از منکر کردن، برو امر به معروف کن که دخترشون رو درست بار بیارن، مثل آدم بهشون نگاه کنن، هم مال عوضی. تو نمیدونی دردم چیه؟ نه من کیم مراد؟ چه حقی دارم تو این زندگی؟ یعنی چون سیبیل ندارم همش باید کتک بخورم، فحش بشنوم؟ بسه دیگه، دیگه نمیتونم. زن زیستن تو این جامعه کار سختیه. به حال شما داری در یک جامعه ای زندگی میکنی که برابری جنسیتی توش وجود نداره. شما به عنوان یک زن در این جامعه با یک تبعیضاتی مواجه هستی که میتونه به تو آسیب‌های زیادی وارد بکنه. من اگر من مرد بودم این همه مشکلاتی که من داشتم و اصلا وجود نداشت برای من، و این دقیقا همون برمیگرده به همون نابرابری که از همون مادر بزرگای ما داره میاد، از گذشته ما داره میاد، و این توی دی ان ای ماست، توی ژنای ماست. یه تعریف تعبیری دارم از دخترها توی سرزمین ما، و بگم این طفلیا در عین قدرتمندی همیشه دچار چند تا جمله، مثلا آرایش کنن میگن چه خبره، آرایش نکنن میگن ببین خودت چجوری، هیچ کس سراغت نمیاد، با تلفن حرف بزنه میگن با کی داری حرف میزنی، با تلفن حرف نزنه میگن خاک سرت، یه دوستم نداری، بره بیرون میگن ها کجا، نره بیرون میگن در نشسته چله نشینی. ولی با همه این تفاصیل دختر توی سرزمین من عین یه شیر می جنگه. و دمش گرم، دمش گرم.